به نظر من بحث جهان وطنی واقعا بحث مهمتری هست که اصلا من نمیدونم چه وضعیه. درباره مثلا ایرانی های عرب زبان یا مثلا عرب صحبت کردی و مثلا همه اینا به نظر من با همدیگه در ارتباطن، یعنی ما یک تفاوت خیلی خیلی بزرگ داریم سر جریان ناسیونالیست و جهان وطنی و وطن پرستی و اینجور کلمات این مدلی و همش از بیشترش از همین ریشه میاد به نظر من، و یعنی یکی از تفاوت‌های بزرگ مثلا من و شما مثلا همین قضیه است. این کلمه جهان وطنی من یادم مثلا 10 سال پیش شروع شد، از گروه‌های آتئیستی هم متأسفانه شروع شد، و من دیدم که مثلا یه سری ها میومدن نمیدونم منشور کوروش رو میوردن توی دستشویی عکس میگرفتن، کار عجیب و غریبی که واقعا آدم توی دنیا اصلا سراغ نداره، و مثلا میگفتن ما اصلا به کشور اعتقاد نداریم، نمیدونم کشور برای ما ارزش نداره، دنیا برای ما ارزش داره. حالا من نمیدونم کسی که برایش کشور ارزش نداره چه شکلی اصلا میخواد برایش دنیا ارزش داشته باشه. من برات یه مثال میخوام فقط بزنم. خب نه ببین، این حرفی که من میزنم خیلی فرق داره. خب من اگه من الان جهان وطنی اگه های دقیقا همون گلوبالیزم هست یا نه من نمیدونم، خب ولی ما درسته که به مثلا میهن پرستی اعتقاد ندارم، خب ولی به عنوان یک کشور رو به عنوان یک نهاد برای بهترین روش مدیریت یک منطقه جغرافیایی به اون اعتقاد دارم. خب این فرق نشنالیزم و سیویک نشنالیزم فرقش اینه. خب یعنی من وقتی با اینکه یک کشور ساخت به مرز اعتقاد دارم، خب به اساس کاربردی من به کشور اعتقاد دارم و به مرز اعتقاد دارم، خب نه از لحاظ تعصبی. خب یعنی ساختن یک نیشن، ساختن یک کشور و تعیین مرزش و مردم اون جغرافیا بیان رای بدن و تعیین بکنن کی منابع و قوانین این منطقه جغرافیایی رو بیا تعیین بکنه، این روش مدیریت از مناطق مختلف جغرافیایی بهترین روشه. خب ولی آیا اعتقاد این که داشتن یک کشور کاربرد داره و کشور رو ما باید من به کشور به ساختن داشتن و ساختن کشور اعتقاد دارم، خب کشور داشتن یعنی کشور مفیده، داشتن کشور به شدت مفیده، به شدت کاربرد داره، ولی من از نظر کاربردی به کشور اعتقاد دارم نه از نظر تعصبی. من مرز رو مقدس نمیدونم، خب من مرز رو پر کاربرد میدونم. ولی آیا اعتقاد به این داری که آدم باید به کشور خودش نه که حالا باید ولی کلا این جوریه که آدم به کشور خودش ارزش بیشتری میده تا کشورهای دیگه، مثلا کشورهای دیگه که در دنیا وجود داره، مثلا تو کشور به عنوان یک ایرانی به ایران بیشتر ارزش میدی تا مثلا به چه میدونم بنگلادش؟ آیا به این اعتقاد داری یا نه؟ ببین اگه داریم به خود از منظورتون از کشور چیه، خب آیا علاقه دارین یعنی چی؟ خب بعد اینا رو تعریف کنید. نه ارزش بدید نه که علاقه دارید. مثلا ارزش خب، دادن. ارزش بدین. اگه معنیش این باشه که مردم کشوری رو که توش به دنیا اومدین رو برتر میدونید، خب از مردم کشور دیگه، نه من به این اعتقاد دارم. بذارین خب من توضیح بذارین من حرفم تموم شه. خب من میگم که من دارم تعریف‌های مختلف رو تقسیم بندی میکنم که بگم خب میگم کدوماشو قبول دارم کدوماشو قبول ندارم. خب اوکی. اگه مردم کشوری که توش به دنیا اومدین رو برتر میدونین، خب یا اینکه براشون حق بیشتری قائل میشین تا یه مردم کشور دیگه، خب اگه منظور از ارزش این باشه، خب نه من به این اعتقاد ندارم و فکر میکنم این اتفاق خیلی مضر. خب ولی اگه به خاطر ولی از لحاظ مثلا بگین که خب من به خاطر اینکه تو این کشور به دنیا اومدم، خب و تجربه از لحاظ روحی روانی بخواد تجربه‌ای که به این کشور دارم، من علاقه خاصی به این زمین دارم، به خاطره هایی که از این زمین دارم، اتفاقاتی که تو این زمین برام افتاده، احساس خونگی میکنم، احساس خاطرهای قشنگی دارم، فرهنگش رو دوست دارم، از این لحاظ من از این کشور و از این مردم لذت بیشتر میبرم تا نسبت به مردم کشور دیگه. خب اگه منظور از ارزش اینه، این هیچ اشکالی نداره، خب ولی اجبارم نباید باشه. خب یعنی یک کسی میتونه این ارزش رو قائل بشه به کشور خودش نسبت به کشور دیگه، ولی لازم هم نیست، یعنی هم میتونه باشه برای یه نفر، میتونه نباشه برای یه نفر دیگه. یه نفر دیگه ممکنه بگه
آره من تو این کشور به دنیا اومدم ولی تو اون کشور رفتم، از این کشور، از فرهنگ این کشور بیشتر خوشم میاد، از فرهنگ این کشوری که توش به دنیا نیومدم بیشتر خوشم میاد تا کشوری که توش به دنیا اومدم. اینم هیچ اشکالی نداره خب، ولی شما میتونید، شما از هر فرهنگی و از هر تاریخی و از خاطره ای و از هر زمینی و از هر مردمی، از هر کی میخواین لذت ببرین، از اونها لذت ببرین، از هر چی هم بیشتر لذت میبرین، به خودتون راست باشین، میگی من اینو بیشتر دوست دارم، اونو کمتر دوست دارم. اگه برای یه چیزی ارزش بیشتر قائل میشین و لذت بیشتر میبرین، این اشکالی نداره. ولی وقتی که به برتری میرسه، یا اینکه به از حقوق میرسه، اگه برای کسی من بیشتر ارزش قائل بشین، از اون لحاظ اون به نظر من اشکال داره. نگاه کن، به نظر من کشور در مقام تمثیل مثل یه خانواده میمونه. آدم به خانواده خودش بیشتر ارزش میده. چرا؟ به خاطر مسئولیت خانواده خودش بیشتر داره، به خاطر اونجا بزرگ شده، بهتر درکش میکنه. مثلا من تو ببین، مثلا یک پله که قدم اون طرف تر میزنی، مردم کشورهای دیگه درباره ایران چقدر فکری درست میکنن که حالا ما درباره کشورهای دیگه بخوام نظر بدیم، یا مثلا برامون مهم باشه که حالا مثلا فرض کن توی پاکستان چه اتفاقی داره میفته. و این خیلی مثال، من مثال خودت رو استفاده کنم. آره مثال خودت رو استفاده کنم. خب یعنی اگه یک نفر بیاد بگه که من بابا مامان خودم رو از بابا مامان کسای دیگه بیشتر دوست دارم، خب این هیچ اشکالی نداره، اصلا درسته. اگه بیاد بذار من حرفمو بزنم، خب بذار ولی منم اگرم بگی که، ولی اگه بیای بگی که حقوق پدر من باید حقوق قانونی بیشتری داشته باشه از بابای تو، خب این حرف اشتباهه مثلا. خب یعنی که بگی از بابای من اصلا به طور ژنتیکی برتر از بابای تو، این مثلا اشکال داره. خب ولی بگی من بابام، بذار من حرفم تمام بشه آریا جان لطفا. ولی اگه بگی من بابامو بخاطر بیشتر دوست دارم از بابای تو، این هیچ اشکال نداره. ولی اگرم حتی بر اساس مثال خودت، اگه بابای تو میذرت، خب یا اینکه از خانوادت تجربه بدی داری، بعد بیای به مثلا من، مثلا فرض کن من با خانوادم تجربه بدی دارم، از خانوادم مثلا میترسم، خانوادم رو دوست ندارم، بیام به تو بگم آریا کاش بابای من یه ذره مثل بابای تو بود، اینم اشکال نداره. خب یعنی یه نفر از بابا خودش بیشتر از خودش خوشش بیاد از بابای کسی دیگه، این هیچ اشکالی نداره، دوستش داره، خب چیکارش کرد، دوستش داری دیگه. ولی اگه دوست نداری بابا تو، بخاطر اینکه تجربه بدی داری با بابات، یا اینکه خاطرات بدی داری با بابات، اینم اشکالی نداره. خب این حرف درسته 100% اینه، ولی منظور من در حالت کلی اینه که در واقع اون ارزشی که آدم به کشورها، به کشور خودش میده، باعث میشه که انرژی داشته باشه برای فعالیت در اون کشور و کشورش آباد کنه. اگر اون چیزایی که وجود داره به عنوان کشور، به عنوان ناسیونالیسم، اگر که از بین بره وسط، اون وسط یعنی اون کشور از بین میره کاملا، اصلا میپاشه. مثلا من به عنوان مثلا یه نفر که درباره توی ایران یه جورایی فعال، مثلا به عنوان کسی که فعال بودم نسبتا در ایران، خب مثلا من ساعت‌های زیادی رو گذاشتم برای بی‌نویس کردن ویدیوهای روشنگری، و من الان مثلا به این فکر می‌کنم که اگه من به ایران اهمیت می‌دادم، برای چی باید این همه وقتمو می‌ذاشتم پای همچین چیزی؟ یعنی اصلا هیچ دلیلی وجود نداره. اون حس وطن پرستی، حالا هر چیزی که می‌خوای، اون برای یک کشور لازمه. اصلا اون نباشه یک کشور اصلا یواش یواش از بین میره. خب ببینید، من نگفتم کسی نباکش، من نگفتم اشکال داره کسی کشور خودش رو دوست داشته باشه. من که اتفاقا مثال زدم، اگه شما برای شما کشورتون رو دوست دارید، تا وقتی که معنیش اینا نباشه که برتری مردم کشور خودتون برتر میدونین یا حقی براشون قائل بشین که برای مردم کشور دیگه قائل نیستین، یه کشور رو اگه دوست دارین، این اشکال نداره. خب ولی شما اگه بخواید بگین که فعالیت‌هایی که دنیا رو بهتر میکنه، ما خیلی مثال براش زیاد داریم. خب من میگم این، شما اگه کشور خودتون رو دوست دارید و دارین فعالیتی میکنین که باعث آبادی کشورتون میشه، این خیلی مفیده. و اگه انگیزتون هم بخاطر اینه که این ببینید شما حتی خونه خودتون هم دوست داشته باشین، دارین باغچه خونه خودتون هم آباد میکنین بخاطر اینکه خونتون رو دوست دارین، خب معلومه که با این مشکل ندارم، کی با این مشکل داره؟ خب ولی اگه یه نفر بیاد بگه که یه نفر دیگه، شما اینجوری رفتار کنین، هیچ مشکلی هم نداره، هم برای کشورتون خوبه این کار، هم برای همه دنیا این خیلی خوبه. خب برای اینکه کشور شما قسمتی از جهانه. خب شما اگه دارین خدمت میکنین به مردم کشورتون، دارین به یه سری از مردمی که مردم جهان هستن دارین خدمت میکنین. برای این خدمت شما بذاریم، برای همین خدمت شما به مردم کشورتون یه جوری داره میشه خدمت به مردم جهان. خب
ولی اگه یه موقع یه کسی دیگه میگه ببینید من انگیزم با شما فرق میکنه، خب من فعالیتی که دارم میکنم برای تمیز کردن اقیانوس هاست، خب من یه فعالیتی به یه کسی هستم که شغلم کارم اختصاصم برداشتن آلودگی از اقیانوس هاست، خب ایرانم به دنیا آمدم ولی الان آلودگی مثلا اقیانوس فلان دریا توی مثلا جنوب مکزیکو دیدم که مثلا یک نفکشی داره سوراخ شده آلوده داره میکنه، من الان من و تیمم اونجا داریم فعالیت میکنیم، خب من انگیزم هیجانم علاقم به اینه که اقیانوس های جهان رو پاک نگه دارم، الان دارم برای همین این به من داره انگیزه میده و دارم اقیانوس توی دریای مکزیک دارم فعالیت میکنم. خب اینم داره به دنیا خدمت میکنه. حالا اینکه اگه یه نفر اینجوری داره فکر میکنه و فکرش مثلا ممکنه به طور خاص به خود ایران نباشه، این معنیش این نیست که شما به خاطر اینکه ارزشی که برای ایران قائلید و فعالیتاتون تو اون بر اساس اون انگیز بر اساس اون ارزشتون هست، معنیش این نیست که این طرز فکر ایشون داره میگه طرز فکر شما اشتباهه. خب در نهایت جفتتون به هر انگیزه که دارین دنیا رو یه جای بهتر میکنین. خب هم شما به خاطر ارزشی که برای کشورتون قائل هستین ممکنه یه کاری برای کشورتون بکنین که هم باعث بهتر شدن جهان میشه، و هم کسی که یه انگیزه دیگه داره یه فعالیتی میکنه که بازم اونم داره برای بهتر شدن جهان داره مفید هست. جفت شما. آخه من چیزی که دارم میبینم، مدلی که دارم میبینم جدیدن، شاید هم خیلی وقت در ایران اینه که مثلا مردم واقعا ارزش زیادی به کشورشون نمیدن و مثلا چه میدونم اینقدر که از به کشورهای دیگه ارزش میدن به کشور خودشون ارزش، من هیچ کشوری تو دنیا ندیدم که مهمانهاشو بیشتر از خودشون دوست داشته باشه، با وجود که من در آلمان دارم زندگی میکنم کشورهای اروپایی رو دیدم، و این واقعا یه موزلیه چون باعث نمیشه کشور پیشرفت کنه، باعث میشه کشور سقوط کنه. همیشه آدمایی که به خودشون ارزش ندن دیگران هم بهشون ارزشی نمیدن، یعنی دیگران هم میگن خب اینا وقتی خودشون برای خودشون ارزش قائل نباشن چرا ما برای اینها ارزش قائل باشیم؟ خب من ولی من مثالم داریم که ببینیم من بخاطر کسایی که مثلا کاربردی فکر میکنن به طور مثلا من برای ایران ارزش بیشتری قائل نیستم تا نسبت به کشور دیگه، خب ولی مشکلی که اگه کسی براش ارزش قائل برای ایران ارزش بیشتری میدونه اینو مشکل نمیدونم، خب ولی منو ببین من با اینکه خودم ارزش یعنی از لحاظ تاریخی از لحاظ فرهنگی به خیلی کشورهایی که ایران نیستنم علاقه دارم، خب به جز ایران، ولی به خاطر مثلا به خاطر که میدونم فارسی میتونم صحبت بکنم دیدم که از لحاظ کاربردی من اگه برنامه فارسی بسازم کاربردش زیاد هست، خب به خاطر به نظر خودم البته ممکن اشتباه باشه، یعنی مثلا من مثلا مشکلاتی رو که مردم کشورهای مثلا عرب زبان دارن و مهمتر از مشکلات این که مردم ایران دارن نمیدونم، خب ولی خب پس چرا دارم برنامه فارسی درست میکنم برنامه عربی درست نمیکنم؟ خب برای که دارم برای که من فارسی بلدم عربی بلد نیستم، خب اگه عربی بلد بودم احتمالاً برنامه عربی هم درست میکردم، خب بخاطر اینکه اساس کاربردی اومدم دیدم که من اینجا میتونم یه تأثیری ممکنه، حالا شما خیلی ممکنه قضاوت بکنم بگن نه آرمین تو تأثیر مثبتی نداری تأثیر منفی هم تو داری، ولی خب از خودم فکر میکنم یه تأثیر مثبتی ممکنه بتونم داشته باشم، خب یعنی اساس کاربردی ببین حتی شما اگه مثلا یک میهن خودتون ارزشش رو بیشتر از بقیه جاها ندونید، خیلی ها ممکنه بیان تا کمک کنن تو همون کشوری که ارزشش رو با بقیه کشور یکی میدونن، به خاطر اینکه دلشون برای مردمش رو سود میسوزه، خب به خاطر اینکه انسانگرا هستن، خب یعنی یه نفر میتونه بیاد به مردم هموطنش تو ایران کمک بکنه نه به خاطر اینکه ایرانی هستن، به خاطر اینکه انسان هستن و انسانی هستن که دارن زجر میکشن، از این لحاظ میخواد بیاد کمک بکنه. میدونی مثلا چه؟ یعنی این چیزی که شما میگین که تنها راه این که یه نفر بیاد کشور رو خودش رو آباد بکنه اینه که ارزش خاصی برای کشورش قائل باشه و که برای بقیه کشور رو قائل نیست، نه این تنها راهش نیست، خیلی ممکنه بیان به کشور خودشون رو آباد بکنن به خاطر اینکه میدونن میتونن یه تاثیر مثبت داشته باشه. ولی چیزی که من دیدم به تجربه دیدم این بوده که یعنی مثلا درباره قضیه چارلی هبدو که اتفاق افتاد من دیدم که بخشی تو لایو چت بگین که الان نگار میگه فقط صدای آرمین هست، آیا این درسته؟ نه من فکر کنم صدای جفتمون هست. بفرمایید آریجو. آریجو نه من مثلا به نظر من هیچ کس نمیتونه دنیا رو، یعنی کسی که میگه من دنیا رو آباد میکنم
یک جورایی داره خیلی خودش خیلی داره بزرگ میبینه. ولی مثلا من توی قضیه چارلی هبدو که اتفاق افتاد دیدم که خیلی از ایرانی ها عکس پروفایل عوض کردن، یه سوی نمیدونم چارلی، یعنی همه مشخص بود که چقدر مثلا ارزش دادن به این قضیه به خاطر یک تعداد مثلا فرض کن 5 نفر این چیزا. ولی توی دنیا 1500 نفر از ایرانی ها کشته شدن، حتی اخبارش هم به زور پخش شد، یعنی در این حد. و ما میگم ما باید خب ببخشید آریا جان، این مشکلی که شما میگید مشکلی هست، من حرف آخر بزنم بعد الان دو نفر دیگه منتظرم باید برم سراغشون. خب ولی ببینید این مشکل فقط مشکل این که ایران که نیست که. خب شما یه اتفاق بعدی که تو اروپا میفته، خب این که خیلی رو مردم تاثیر میذاره و بیشتر هایلایتش میکنن، از این اتفاقی که مثلا تو اندونزی هم میفته، یعنی فقط مشکل اینه که شما دارین مقایسه میکنین یه اتفاقات بعدی که تو ایران میفته و اهمیت جهانی که میگیره و یه اتفاقی که تو اروپا میفته. خب به خاطر که جون آدم ها توی اروپا بیشتر ارزش داره تا جون آدم ها. بله من میگم این مشکل، این مشکلی که شما دارین میگید مشکل یعنی اتفاقا طرز فکر ما که کسایی که انسان ها رو برابر میدونن مخالف این طرز، مخالف این رفتار هست. خب یعنی ما فکر میکنیم که یعنی شما دارین ایران رو با اروپا مقایسه میکنین. خب شما اگه بیاین اندونزی رو یا مثلا فیلیپین رو یا یوگندا رو هم مقایسه بکنین، یه اتفاقی که توی یوگندا میفته، یه بلایی که سر کسی میاد، با اتفاقی که سی تو اروپا میفته، خب اون که اتفاقی تو اروپا میفته رو خیلی بیشتر توجه میگیره. یعنی این مشکلی که شما اتفاقا این مثالی که شما دارین میزنید، خب مشکلش اینه که به اندازه کافی مردم دنیا به شکل یعنی جهانگرا نیستن که مردم جهان رو یکی حساب بکنن، ارزششون رو یک به اندازه برای مردم جهان ارزش مساوی قائل بشن. یعنی این روش برخورد با این همون تبلیغ جهانگرایی و مساوی دونستن حق همه مردم جهانه. خب نه، این اینه که مثلا فرض کن اگه دیگران به کشور خودشون اهمیت میدن و به کشور دیگران اهمیت نمیدن، شما هم باید به کشور خودتون اهمیت بدید و به کشور دیگران کمتر. نه یعنی شما میگین اشتباه مردم دیگر رو، خب یعنی بهونه میکنین که خودتون هم اشتباه فکر کنین. نه ما ببینید این مغلطه‌ای که شما الان استفاده کردی مغلطه پس اونم چی؟ پس اینم چی هست؟ خب وارد بعدش مثال مثل خانواده است دیگه. اگه مثلا فرض کن خانواده همسایه شما به خانواده شما به مثلا خودشون ارزش داره و برایش مثلا اصلا بود و نبوده شما اهمیتی نداره، شما هم فکر کن بخوای زندگی تو بذاری پای همسایه‌تون و برات دوباره مثلا خانواده خودش ارزشی نداشته باشه. دقیقا مثل خانواده میمونه. یعنی برای من همیشه این قضیه خانواده یه مثال خیلی خوبیه در زمینه کشورهای مختلف. شما اگه خانوادهتون رو بیشتر دوست دارید، خب و میخواین به خانوادهتون کمک بکنید، خب ولی یه نفر دیگه بیاد بگه من میخوام با خانوادم کمک بکنم، نه به خاطر اینکه خانوادمه، به خاطر اینکه خانوادم الان نیاز داره، اینم خوبه. خب یه نفر دیگه هم بیاد بگه که ببین من خانوادم رو دوست دارم ولی الان همسایه‌مون مشکلی داره که من میخوام با همسایه‌مون کمک کنم، اونم خوبه. ببین شما به جای اینکه بیاین حساسیت نشون بدین که دارین به کی کمک میکنید، حساسیت باید نشون بدین فرق بین کسایی که دارن یه کاری میکنن با کسایی که هیچ کاری برای دنیا نمیکنن. خب یعنی به جای اینکه انقدر بیام گیر بدیم که تو داری به کی کمک میکنی، تو داری به کی کمک میکنی، ما الان اکثر مردم جهان به هیچ کی کمک نمیکنن. خب ما باید فعالیتمون این باشه به کسایی که الان همه نشستن فقط به هیچ فعالیتی نمیکنن که دنیا رو بهتر بکنن، اونا رو تشویق بکنیم به هر بهونه، به هر کی میخواین کمک بکنید. کشورتو دوست داری کشورتو کمک کن، اقیانوسو دوست داری اقیانوسو کمک کن، سگو دوست داری میخوای سگا اذیت و آزار ندارن به سگا کمک کن، آلودگی هوا رو مرد مهمه به اون کمک کن. این ببین تعداد کسایی که هیچ کاری نمیکنن انقدر زیاده که ما جا برای همه داریم. شما حالا کسایی که ببین بین کسایی که دارن فعالیت میکنن، شما اومدی میگی که تو انگیزه اینه، ببین اینا کسایی هستن که دارن یه کاری میکنن که دنیا بهتر میشه. برو گیر بده به اونایی که هیچ کاری نمیکنن. حالا اینکه به چه جهت دارن کمک میکنن، خیلی ما نباید خیلی حساسیت نشون بدیم. خب آدم باید ببینه که چی عملیه دیگه. مثلا خب مثلا فرض کنم من برم به اونا گیر بدم، اونا میگن باشه، میگن نه. ولی موضوع اینه که از دید من الان ایران بیشتر از هر کشوری در دنیا احتیاج به فعالیت و کمک داره، از طرف همه هم احتیاج به این کمک داره. از همه کشورها بیشتر؟ کره شمالی رو شما
نه وضع ایران کجا، وضع کره شمالی کجا؟ ایران خیلی وضعش افتضاح تر از هر کشوری در دنیا است. یعنی اصلا یمن الان یمن رو شما ببینید، ببینید وضعیت ایران بد هست. شما لازم، منم همیشه میگم شما لازم نیست بدترین باشید که احتیاج به کمک کردن ارزش داشته باشیم. ما اصلا بدترین نه. هستیم. چرا شما ببین مشکل طرز فکر شما هم همینه، مشکل طرز فکر انقدر برتری قائل میشین برای کشور خودتون که کور میشین به بقیه جهان. خب الان با هر آماری ببین، من میگم که خیلی از مردم ایران فکر میکنن که اگه ایران بدترین نباشه ارزش کمک کردن نداره، در صورتی که شما حتی از رتبه اول جهان تو همه چی هم باشین هنوز ارزش کمک کردن دارین. حالا ایران از خیلی جهان نزدیک آخر، ببین ایران اگه آخر هم نباشه نزدیک آخر که هست تو خیلی چیزا. خب ایران نزدیک به آخر هست تو خیلی چیزا، ولی لازم نیست که شما حتما بیاین بگین که مبالغه بکنین بگین آخر آخره. نه این اصلا نه. مبالغه من برم آریا جان، من حرف آخرم میزنم، شما برین بر اساس آمار رو هر چیزی نگاه بکنی. خب بر اساس آمار بگم دیگه، بر اساس آمار مثلا ایران از لحاظ جمعیتی بالاترین مقدار اعدام طبق گزارش های خود بله؟ جمهوری اسلامی داره، یعنی بدترین کشور دنیا. نه سرانه ببین به طور درسته شما دست گذاشتین روی اون یک چیزی که ایران از همه بدتره. عجب. خب این یعنی جان آدم ها اصلا ارزش نداره تو ایران، معنیش اینه. خیلی جالبه ها، به این میگن مغلطه قهرمان پنبه. من شما خیلی جالبه، شما دارین الان ادعا میکنین، آیا واقعا این حرف مزخرف بود به نظر من؟ شما دارین ادعا میکنین که من الان بعد از این همه تبلیغ انسانگرایی و دونستن حق مردم تو همه جهان، شما دارین میگین که من دارم ادعا میکنم که جون مردم ایران ارزش نداره؟ من این ادعا رو کردم. ببینید شما، من دارم قبول، من بذار حرف بزنم، بذار من حرف بزنم، ولی من دارم بهش. خب تو میگی، تو گفتی یعنی ارز، یعنی حرف، یعنی جون مردم. من گفتم که ببینید درست دست گذاشتین روی یک آمار که از ایران تو همه چی بدتره. من داشتم با شما موافقت میکردم که درسته روی اون، تو اون آمار ایران از همه بدتره. خب نه به طور، ببین به مقدار اعدام به طور کل چین از همه بدتره، ولی نسبت به جمعیت ایران، قبول دارم نسبت به مقدار جمعیت ایران رتبه اول اعدام تو جهان داره. این دقیقاً چیزیه که ایران از همه کشورها بدتره، قبول دارم، هیچ با این با این موضوع با شما بحث ندارم. خب به برابر نفر دوم در واقع میشه ایران، درست؟ خب خیلی به شدت بد. خب خب از اون آمار ببین، من توی آمار مختلف، بعضی از آمار ایران نفر آخره، خب تو خیلی از آمارهای دیگه نزدیک به آخره. من که از ایران، از این وضعیت ایران که الان تبلیغ که نمی کنم، دارم میگم تو آمارهای دیگه نزدیک به آخره. خب ولی یه سری چیزهای دیگه هست خب که ایران نزدیک به آخره ولی آخر نیست. شما از اینکه من دارم میگم نزدیک به آخره، شما خیلی فکر می‌کنم من میگم نزدیک به آخره انگار دارم تبلیغ می‌کنم که ایران همه چی مثلا گل و سنبل همه چی خوبه. خب دارم میگم نزدیک آخره دیگه، ولی یه سری چیزهایی هست، یه سری بر اساس آمار خیلی چیزای دیگه، گرسنگی مثلا، خب بیماری، گرسنگی، بعضی از کشورهای دیگه خب از ایران بدترن. خب از لحاظ حق آزادی بیان مثلا ایران نزدیک به آخره، ولی آخرش فکر کنم کره شمالی دیگه. خب من این تبلیغ از ایران نیست، ایران نزدیک به آخره، ولی از لحاظ آزادی بیان مثلا کره شمالی بدتره. از لحاظ مثلا شکنجه توی زندان کره شمالی بدتره، کره شمالی بدتره شکنجه توی زندان. خب یه سری چیزها هست که بالاخره بعض از لحاظ گرسنگی، از لحاظ مقدار دسترسی به غذا خیلی از کشورهای آفریقایی بدترن. این تبلیغ ایران نیست، این واقعیت ها رو گفتن تبلیغ که ایران نیست. نه واقعا خب؟ من مثلا این چیزایی که مثال زدی بعضیشون واقعا فکر میکنم ایران از همه بدتر هستن مثلا درباره خب. تو برو اینو فکر کن، من برم سراغ نفرهای بعدی. ما برو آمار رو یه بار دیگه چک کن. حتی افغانستان هم مثلا از ایران وضعش بهتره، به خاطر افغانستان حداقل دولت آزاد داره، ولی ایران هیچی نداره الان و هم هر روز هم بیشتر سقوط میکنه. خیلی جالبه. احد میگه که آرمی سر بدبختی رقابت نکن. نه احد، تو اصلا متوجه نیستی من دارم چی میگم. مشکلی که ما الان داریم اینه که به خاطر تعصبی و به خاطر فکرایی که مردم، ایدئولوژی که مردم دارن، آمار هم حتی میان رد میکنن. یعنی حتی حاضر نیستن برن دقیقاً ببینن چه اتفاقی تو جهان میفته. این اتفاق میگه من حوصله، احد میگه حوصله سر رفت، حوصله رفته نگاه نکن. این یه چیز خیلی مهمه، یه چیز مهمیه که به خاطر تعصبایی که ما داریم اصلا ما حقیقتو اصلا نمیتونیم بیایم بریم تحقیق بکنیم که واقعیت چیه. این مشکل مهمیه.
آریا جان، حالا من یه روز دیگه میام آمارا رو نشونتون میدم که ببینید که بقیه کشورها هم بد هستن. ببینید ایران وضعیت خرابه، احتیاج به کمک کردن داره. حتی اگه وطن پرست هم نداشین، انسانگراییتون کافی هست که برای ایران، برای وضعیت مردم ایران بخواین کمک بکنین و تأسف داشته باشه، زجر بکشین که وضعیت مردم ایران رو ببینید. انسانگرایی کافیه که شما بخواین کاری بکنید، وطن پرستی کافی لازم نیست. خب عالی، مرسی آریا جان، من برم سراغ نفر بعد. روز خوبی داشته باشید. ممنون آریا، حالا بیا دوباره اگر حرف داشتی. من میدونم که حرف داری برای زدم، ولی چون بقیه چون این نیست که نخوام جواب تو بدم، ولی به خاطر بقیه است وقت داریم بعد دوباره صحبت کنیم. باشه، قربان شما. فعلا.